کتاب عادتهای اتمی فصل چهارم مردی که خوب به نظر نمی رسی. روزی روانشناسی به نام گری کلین داستان, داستان زنی را برایم تعریف کرد که شبی به جمع خانواده وارد شد. این زن سالهای آزگار به عنوان دستیار پزشک کار کرده بود و یک شب وقتی, وقتی از سر کار برگشت و نگاهی به پدر شوهرش انداخت حسابی واپس شد. او گفت رنگ و رویتان پریده پدر شوهر که کاملا سر حال بود به شوخی جواب داد رنگ روی تو هم پریده زن اصرار میکرد نه شما باید همین حالا به بیمارستان بروید چند ساعت بعد پیرمرد تحت یک عمل جراحی حیاتی قرار گرفت پزشکان پس از انجام آزمایش متوجه انصداد در شریان اصلی او شده و فهمیدند که او در معرض حمله قلبی قرار دارد اگر هوشیاری عروسش نبود احتمالا مرده بود دستیار پزشک چه چیزی را دید چطور حمله قلبی غریب وقوع مرد را پیش بینی کرد وقتی شریان های اصلی دچار انصداد می شوند، بدن و فرستادن خون و اندام های حیاتی تمرکز کرده و از فرستادن خون به قسمت های نزدیک به سطح پوست اجتناب می کنند. در نتیجه الگوی توضیح خون در صورت دچار تغییر می گردد. آن پزشکیار زن پس از سالها کار با افراد دارای مشکلات قلبی به طور ناخداگاه این قابلیت را در خود پرورش داده بود که در یک نگاه این الگو را تشخیص دهد. او قادر به توضیح دادن چیزی که در چهره پدر مشاهده می کرد نبود اما یقین داشت که مشکلی وجود دارد. در سایر زمینه ها نیز حکایت مشابهی یافت می شود. مثلا تحلیلگران مثلا تحلیلگران نظامی می توانند تعیین کنند که کدام یک از نقاطی که روی صفحه رادار ظاهر می شود موشک دشمن است و کدام یک هواپیمایی است که از ناوگان خودی به پرواز در آمده است هرچند سرعت هر دو یکسان باشد در یک ارتفاع پرواز کنند و روی صفحه رادار تقریبا از هر لحظه تقریبا از هر لحاظ یکسان به نظر برسند طی جنگ خلیج فارس دریابان مارک رایلی با فرمان ساقط کردن یک موشک یک ناو جنگی کامل را نجات داد با این وجود که موشک مزبور روی صفحه رادار, روی صفحه رادار دقیقا مثل هواپیماهای خودی روی ناو به نظر می رسید. او بهترین تصمیم ممکن را گرفت. اما حتی افسران ارشد او نیز قادر به توضیح این موضوع نبودند که او چگونه این تصمیم را گرفته است معروف است که موزهداران قادرند قطعه هنری اصلی را از قطعه جعلی که به طرز ماهرانه درست شده باشد تشخیص دهند حتی اگر نتوانند به طور دقیق بگویند که با کمک چه جزئیاتی به این قضیه پی بردند. رادیولوژیست های مجرب می توانند به اسکن مغز نگاه کرده و پیش از هر نشانه ای آشکاری که برای عموم مردم نمایان است ناحیه ای را که در آن احتمال وقوع سکته بالاست تشخیص دهند حتی شنیدم که آرایشگران صرفا بر مبنای لمس کردن و احساس موهای مشتری می توانند بفهمند که او باردار است یا خیر. مغز انسان یک دستگاه پیش بینی است. بیوقف پیرامون ما را تماشا کرده و داده هایی را که با آنها مواجه می شود تجزیه و تحلیل می نماید. هرگاه چیزی را به صورت مکرر تجربه کنیم مثل پزشکی که چهره یک بیمار در معرض حمله قلبی را می بیند یا تحلیلگر نظامی که موشکی را برای صفحه رادار مشاهده می کند، مغز ما کم کم متوجه مسائل با اهمیت شده تمام جزئیات را تقسیم می کند و پس از طبقه بندی و پس از طبقه بندی محرک های مربوطه آن داده ها را برای استفاده در آینده دسته بندی می نماید. انسان بدون تفکر آگاهانه و پس از تمرین کافی محرک را میآموزد که پیامدهای خاص را پیش بینی می کند. مغز به طور خودکار درس هایی را که درس هایی را که از طریق تجربه آموخته است کدگذاری می کند. ما همیشه قادر به توضیح دادن درباره آنچه که میآموزیم نیستیم. اما یادگیری در تمام مدت اتفاق می افتد و اساس و بنیاد همه عاداتی که داریم قابلیت ما برای دیدن و فهمیدن محرک های مربوطه در موقعیتی معین است. ما میزان کارهایی را که بدن و مغزمان قادرند تا بدون اندیشیدن انجام دهند دست کم میگیریم ما به موهای خود نمیگوییم رشد کنید به قلبمان نمیگوییم خون،, خون،, را پمپاش کن به ریه ها نمیگوییم نفس بکشید یا به شکم خود نمیگوییم حذب کن با این حال بدن ما تمامی این کارها را به صورت خودکار انجام میدهد ما چیزی فراتر از خود آگاهمان هستیم گرسنگی را در نظر بگیرید چطور متوجه می شوید که گرسنه لازم نیست حتما به کلیچه روی به پیشخان نگاه کنید تا بفهمید زمان خوردن فرا رسیده است فرایند گرسنگی و اشتها به طور ناخودآگاه اداره می شود بدن ما دارای مجموعه های متنوعی از حلقه های بازخورد است که به تدریج به ما یادآوری می کند که چه زمانی باید دوباره غذا بخوریم و این مسیر همان چیزی است که در پیرامون و درون ما ادامه می‌یابد. به لطف هرمون ها و چرخه های شیمیایی اشتیاق در سراسر بدن برانگیخته می شود. شما ناگهان احساس گرسنگی می کنید. حتی اگر به درستی ندانید که چه چیزی شما را از گرسنگی باخبر کرده است. این موضوع یکی از عجیب ترین بینش های ما نسبت به عادت است. لازم نیست از محرره که یک عادت آگاه باشیم تا آن عادت شروع به کار کند. ممکن است بیان که توجه خود را هوشیاران صرف یک موضوع کنیم متوجه آن شده و اقدام نماییم. این ویژگی موجب, موجب سودمند شدن عادت می گردن. البته همین ویژگی بعضی عادتها را خطرناک نیز می سازد. به محض شکل گرفتن عادت رفتارهای ما تحت کنترل ناخودآگاه قرار می گیرد و تا بخواهیم متوجه شویم چه اتفاقی افتاده به برته عادتهای قدیمی سقوط می کنیم. مثلا ممکن است تا وقتی کسی اشاره نکرده متوجه نشوید که که زمان خندیدن دستتان را جلوی دهانتان می گیرید. یا ندانید که پیش از پرسیدن هر سوال عذرخواهی می کنید یا اینکه عادت دارید جملات دیگران را کامل کنید. هرچه این الگوها را بیشتر تکرار کنید کمتر احتمال دارد از خود بپرسید که چه می کنید و چرا آن کار را انجام می دهید. داستانی از یک فروشنده شنیدم که یادش داده بودند کارت های هدیه خالی مشتری ها را قیچی کند. روز این فروشنده مشغول نقد کردن باقی موجودی دو سه مشتری بود که در صفحه افرادی ایستاده بودند که با کارت, هد... کارت هدیه خرید میکردند وقتی نفر پشتی آ... آن, دوست مشتری به جلوی دخل رسید فروشنده کارت اعتباری باقی مشتری را از او گرفت قیچی را برداشت و به صورت کاملا خودکار آن را نصف کرد بعد سرش رو بلند کرد و با دیدن قیافه بهت زده مشتری تازه فهمید که چه اتفاقی افتاده است. زن دیگری که طی پروژه هایم به او برخورد کردم قبلا معلم پیش دبستانی بود و بعد تغییر شغل داده و حالا در یک شرکت کار می کند. علا رقم این که حالا با بزرگ سالان سر و کار داشت عادتهای سابق او تاثیر خود را میگذاشت. و مرتب از همکارانش میپرسید که آیا بعد از استفاده از سرویس بهداشتی دستان خود را شستند یا نه داستان مردی را هم شنیدم که سالهای طولانی به عنوان نگهبان کار کرده بود و گاه وقتی کودکی را میدید که در حال دویدن است فریاد میزد ندو فقط راه برو به مرور زمان محرک هایی که موتور و عادت های ما رو روشن می کنند آنقدر عادی می شوند که اساسا به موضوعی نامرئی تبدیل می گردند. خوراکی های خوشمزه روی پیشخانه آشپزخانه ریموت کنترل نزدیک نیمکت و گوشی موبایل داخل جیب ما. پاسخ های ما به این محرک ها طوری عمیق کدگذاری شده که ممکن است احساس کنیم میل به اقدام به یک باره و بیدلیل در مظاهر شده است. به همین دلیل باید روند تغییر رفتار را با آگاهی و هوشیار شدن آغاز کنیم. پیش از آن که بتوانیم عادتهای جدید را به گونه ای مؤثر ایجاد نماییم باید عادتهای موجود را تحت کنترل خود درآوریم. ممکن است این عمل از آنچه به نظر میرسد دشوارتر باشد چرا که به طور معمول عادتی که سخت در زندگی مندیشه ریشه دوانده باشد عادتی ناخداگاه و خودکار است اگر یک عادت اگر یک عادت خارج از هیته، اگر یک عادت خارج از هیته آگاهی باقی بماند نباید انتظار اصلاح آن را داشته باشیم به قول کارل یونگ تا وقتی که ناخداگاهتان را هوشیار نکنید زندگیتان توسط آن رهبری شده و شما آن را تقدیر خود میدانید برگه امتیازات عادت ها سیستم راهان ژاپن به عنوان یکی از بهترین سیستم های راهان دنیا شناخته می شود. اگر در توکیو سوار ترن شوید متوجه خواهید شد که معموران آن عادت عجیب و غریبی دارند همین که ترن ها توسط اپراتور به راه میافتند مراسمی از اشاره کردن با دست به چیزهای مختلف و اعلان دستورها اجرا می شود وقتی ترن به علامتی نزدیک می شود اپراتور با دست به آن اشاره کرده و میگوید علامت سبز است با ورود و خروج دارم به هر اپراتور به سرعت سنج اشاره و سرعت دقیق را اعلام می نماید. وقتی زمان ترک ترم فرم رسد، اپراتور با دست به جدول زمانی اشاره کرده و زمان را اعلام می دارد. بیرون ترم روی سکو بقیه کارمندان نیز کارهای مشابهی را انجام می دهند. پیش از ترک ایستگاه توسط ترن گروه کارکنان با دست به امتداد لبه سکو اشاره کرده و اعلام می کنند همه چیز مرتب است. تمام جزئیات تعریف شده مورد اشاره قرار گرفته و با صدای بلند اعلام می گردند. این فرایند که به اشاره و اعلام موسوم است یک سیستم ایمنی است و به منظور کاهش ضریب اشتباهات طراحی شده است. شاید کار احمقانه ای به نظر برسد اما روشی فوق العاده موثر است فرایند اشاره و اعلام اشتباهات را تا 85 درصد کاهش داده و از میزان تصادفات نیست تا 30 درصد کاسته است متروی MTA در نیویورک نسخه اصلاح شده این روش یعنی یعنی فقط اشاره را به کار گرفته و ظرف مدت دو سالی که از اجرای آن می‌گذرد حوادث ناشی از کنارگیری غلط متروها 57 درصد کاهش یافته است روش اشاره و اعلام به این دلیل بسیار موثر است که سطح آگاهی را از عادتی ناهشیار به سطح هوشیارتر انتقال می‌دهد ارتقا میدهد از اونجا که اپراتورهای ترن ناچار به استفاده از چشم، دهان، دست و گوش خود هستند، احتمال آن که پیش از, و... پیش از وقوع یک حادثه متوجه بروز مشکل بشوند بیشتر است. همسرم نیز روش مشابهی دارد. وقتی برای مسافرت آماده می و می خواهیم از در بیرون برویم، مهمترین موارد فهرست مورد نیازش را به زبان می آورد. دست کلیدم رو برداشتم کیف پولم رو برداشتم عینکم رو برداشتم شوهرم رو برداشتم هرچه یک رفتار خودکارتر شود احتمال که مجبور شویم درباره آن هوشیارانه حشی... کمتر است اگر کاری را قبلا هزار بار انجام داده باشیم کم کم رفتارهای خود را نادیده میگیریم خیال میکنیم که دفعه بعد کار ما درست مشابه دفعه قبل خواهد بود آنقدر به انجام کار همیشگی عادت می کنیم که لحظه ای سب نمی کنیم تا بیندیشیم آیا اصلا انجام این کار درست است یا خیر؟ می توان بسیاری از ناکامی های را کردی رو عمدتا ناشی از فقدان خداگاهی دانست. یکی از چالش های بزرگ ما در زمینه تغییر عادت، هوشیار ماندن و آگاهی نسبت به رفتاری است که عملا انجامش و آگاهی نسبت به رفتاری است که عملا انجامش می دهیم. اگر نسبت به رفتارهایی که انجام می دهیم ناگاه باشیم ممکن است با نتایج عادات منفی قافل گیر شویم. ما در زندگی شخصی خود به یک سیستم اشاره با اعلام نیاز داریم. به منظور ایجاد چنین سیستمی است که تمرین برگه امتیاز عادت پیشنهاد می شود. تمرینی که ساده است و به شما کمک می کند تا نسبت به رفتارتان بیشتر هوشیار شوید. برای این منظور فهرستی از عادتهای روزانه خود تهیه کنید. فهرستی از عادتهای روزمره را در اینجا می بینیم. از خواب بیدار شدن، خاموش کردن زنگ هشدار، چک کردن گوشی، دستشویی رفتن، وزنگیری، دوش گرفتن، مسواک زدن نخ دندان کشیدن اسپری زدن آویزان کردن ها، لباس پوشیدن درست کردن یک فنجان قهوه و غیره وقتی فهرستتان کامل شد به هر یک از رفتارها نگاه کرده و از خود بپرسید این رفتار یک عادت خوب است یا خوب است یک عادت بد است یا عادتی است اگر عادت خوبی است کنار آن یک علامت مثبت بگذارید و اگر عادت بدی است کنارش یک علامت منفی بنویسید اگر هم آن عادت یک عادت خونساز، کنار آن علامت مساوی بگذارید از خواب بیدار شدن خاموش کردن زنگ هشدار چک کردن گوشی دستشویی رفتن گیریم، دوش گرفتن مثبت مساک زدن مثبت نخ دندان کشیدن مثبت اسپری زدن مثبت آویزان کردن حوله ها خونسا لباس پوشیدن خونسا درست کردن یک فنجان قهوه مثبت علامتی که به هر عادت می دهید وستگی به موقعیت و اهدافتان دارد مثلا برای فردی که هدفش کاهش وزن است خوردن دونات با کره بادام زمینی در هر روز صبح ممکن است عادت بدی باشد اما برای کسی که دارای هدف چاق شدن افزایش وزن و ازول پروری است همین رفتار ممکن است عادتی مثبت تلقی شود همه اینها بستگی به هدفی دارد که برای رسیدن به آن تلاش میکنید ممکن است بنا به دلیل دیگری امتیاز دادن به عادتها کمی پیچیده تر شود. برچسب عادت خوب و عادت بد، کمی غیر دقیق است. در واقع عادت های خوب و عادت های بد به طور مطلق وجود ندارند. تنها عادت های موثر وجود دارند. یعنی عادتهایی که در حل یک مسئله موثر واقع می شوند. تمام عادت ها، حتی عادت های بد به همان طریق به فرد کمک می و به همین جهت است که تکرار می شون. برای انجام تمرین حاضر عادت ها را بر اساس میزان سودی که در دراز مدت به شما می‌رسانند، دسته بندی کنید. به زبان ساده عادت خوب رفتاری است که پیامد نهایی مثبت و عادت بد عادتی است که پیامد نهایی منفی دارد. ممکن است سیگار کشیدن استرس را در لحظه حال کاهش دهد و از این طریق به شما کمک کند اما در دراز مدت رفتار سالمی محسوب نمی شود. اگر همچنان در تعیین نحوه رتبه بندی عادت خاصی دچار مشکل هستید این سوال را از خود بپرسید آیا این رفتار به من کمک می کند تا به کسی که تا به کسی که دلم میخواهد باشم تبدیل شوم آیا این عادت به نفع هویت دلخواه من رأی را خواهد داد یا علیه آن معمولاً عادتی که هویت دلخواه شما را تقویت میکند عادت خوبی است و عادتی که با هویت دلخواهتان در تضاد است عادت بدی است وقتی مشغول تهیه برگه امتیازات عادتهای خود هستید در ابتدا لازم نیست رفتاری را تغییر دهید هدف از این تمرین آن است که صرفا به آنچه که در عمل اتفاق میافتد توجه نموده و افکار و رفتارهای خود را به هیچ داوری یا انتقاد درونی ملاحظه کنید نه خودتان را با اشتباهات سرزنش کنید و نه به خاطر موفقیت ستایش نمایید. اگر هر روز صبح یک بسته شکلات می طوری با آن نگاه طوری به آن نگاه کنید که انگار در حال تماشای فرد دیگری هستید. اوه، جالب است که چنین کاری می کند. اگر در خوردن زیاده روی می کنید، فقط به این توجه داشته باشید که شما مشغول دریافت کالری بیش از حد مجاز هستید. اگر وقتتان را به صورت آنلاین تلف می کنید، توجه کنید که لحظات عمر خود را به طریقی که دلخواه شما نیست صرف می کنید. نخستین قدم برای تغییر عادتهای بعد این است که از آنها, این است که از مراقبت کنید. اگر حس می کنید به کمک بیشتری نیاز دارید، می توانید روش اشاره و اعلام را در زندگی به کار بگیرید. کاری را که دلتان میخواهد انجام دهید و پیامده این کار را با صدای بلند اعلام کنید اگر قصد دارید عادت حلهول خوردن را ترک کنید اما متوجه میشوید که در حال برداشتن کلوچه دیگری هستید با صدای بلند بگویید قصد دارم این کلوچه را بخورم اما بدنم به آن نیازی ندارد خوردن آن خوردن آن باعث می شود اضافه وزن پیدا کنم و به سلامتی هم صدمه می زند. بازگو کردن عادات بعد و شنیدن آن باعث واقعی تر به نظر رسیدن نتایج می شود. این کار وزن بیشتری به آن عادت داده و اجازه نمی دهد که به طرز نهوشیاری در خواب آن روند قدیمی فرو روید. حتی اگر سعی کنید که صرفا کاری را از فهرست کارهای ضروری خود به خاطر بسپارید این روی کرد این رویکرد بخش واقع خواهد شد صرف اینکه با صدای بلند بگویید فردا باید بعد از خوردن ناهار به دفتر پست بروم احتمال مراجعه شما به دفتر پست را بالا میبرد شما خود را وادار می کنید که به لزوم اقدام کردن اعتراف کنید و این کار ممکن است اثر مهمی داشته باشد. فرایند تغییر رفتار همیشه با هوشیاری آغاز می شود. راهبردهایی مثل اشاره های مثل اشاره و اعلام و برگه امتیاز عادت ها بر این هدف تمرکز دارد که شما را وادار کند تا عادت های خود را تشخیص داده و به محرک های از آن کنید که ماشه آنها را می کشد. و به محرک از آن کنید که ماشه آنها را می کشد. این روند به نوبه خود پاسخدهی سودمند را ممکن می سازد. خلاصه فصل پس از تمرین کافی مغز متوجه تغییراتی می شود که پیامدهای خاص را بدون تفکر هوشیارانه پیش بینی می نماید وقتی عادت شما خودکار می شود، از توجه به کاری که انجام می دهید قافل می شود. فرایند تغییر رفتار همیشه با آگاهی آغاز می شود. شما باید پیش از آن که بتوانید عادتهای خود را تغییر دهید از وجود آنها آگاه شده باشید. روی کرده اشاره و اعلام سطح هوشیاری شما را از طریق به زبان آوردن رفتارهایتان از عادتی ناخداگاه به یک حالت هوشیارتر ارتقا می دهد. برگه امتیازات عادت برگه امتیازات عادت ها تمرین ساده است که با استفاده از آن می توانید آگاهی بیشتری نسبت به رفتار خود کسب نمایید. این فیلم برای صفحه نوید داریا تهیه شده